درود بر شما. 27 بهمن ماه 1402 خورشیدی و 16 فوریه 2024 میلادی. در ادامه برنامه‌های دو هفته گذشته صفحه آخر در واقع که مربوط می‌شد به 45 سالگی جمهوری اسلامی، امشب می‌پردازیم به قدرت و ضعف فاشیسم مذهبی در ایران. پرده آخرم آخر برنامه. هیتلر در نخستین ماه‌هایی که صدر اعظم شده بود در آلمان، سیاست مشترک هماهنگ سازی را آغاز کرد. فرهنگ، اقتصاد، آموزش و پرورش و قوانین تحت نظارت نازی‌ها قرار گرفت. اتحادیه‌های صنفی برچیده شد و کارگران، کارمندان و کارفرمایان به اجبار وارد سازمان‌های نازی شدند. پارلمان آلمان به ماشین تأیید دیکتاتوری هیتلر تبدیل شد. همینجوری که من میخونم مقایسه هایی داشته باشین، من اشاره اینجا اصلا نمی کنم، مقایسه هایی داشته باشین با ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. پارلمان آلمان، حالا مثلا در ایران مجلس شورای اسلامی، پارلمان آلمان به ماشین تأیید دیکتاتوری هیتلر تبدیل شد. اراده پیشوا مبنای سیاست‌های دولت قرار گرفت. هیتلر ارباب حکومت بود. او کابینه خود را متقاعد کرد تا با اعلام وضعیت فوق‌العاده به آزادی‌های فردی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات پایان دهد. افراد حق برخورداری از حریم خصوصی را نیز از دست دادند. مقامات می توانستند نامه‌های مردم را بخوانند، به گفتگوهای تلفنی آنان گوش دهند و منازل شخصی را بدون مجوز تفتیش کنند. هیتلر برای دستیابی به اهداف خود به ایجاد رعب و وحشت متکی بود. ده ها هزار جوان بیکار که با دستمزد و احساس همقطاری و اونیفورم‌های جذاب اغوا شده بودند، پیراهن‌های قهوه‌ای رنگ و چکمه‌های بلند چرمی گارد ضربت نازی‌ها را پوشیدند. این نیروهای کمکی پلیس در واقع به خیابان‌ها ریختند تا مخالفان حکومت نازی را مورد ضرب و شتم قرار داده و به قتل برسانند. دیگر آلمانی‌هایی که از نازی‌ها حمایت نمی‌کردند، تنها به دلیل ترس از گارد ضربت به سکوت کشانده شدند. در برنامه‌هایی که قبلاً درباره تشابه فاشیسم کلاسیک با جمهوری اسلامی ایران داشته ایم، در همین صفحه آخر یکی از مهمترین وجوه تشابه حضور یک رهبر مطلق بر فراز سر جامعه و همه دستگاه‌های حکومتی است. کسی که پدر کشور تلقی میشه، پدر کشور و جامعه تلقی میشه و حالت مقدس پیدا میکنه برای مردم، از خطا بری است و در حد پرستش بهش نگاه میشه. این رهبر در آلمان هیتلر بود، در ایتالیا موسولینی بود و در اسپانیا ژنرال فرانکو که با دیکتاتوری نظامی در واقع شروع کرد و به فاشیسم رسید. در جمهوری اسلامی به دلیل مذهبی بودن ایدئولوژی حاکم، رهبر افزون بر این که پیشوای سیاسی است، پیشوای مذهبی هم هست و خود این نکته بسیار مهم است. ببینین، رهبر یا پیشوا در نظام‌های فاشیستی قرن 20 اروپا آدم تحصیل کرده آشنا با سیاست روز ملی و بین المللی بود و عمیق در علایق ملی، فرهنگی و تاریخی مردم کشورش میشناخت این چیزا رو و به همین دلیل خودشو ملی ترین و دلسوز ترین فردی معرفی میکرد که میتونست بحران کشور رو حل بکنه. در واقع در یک حرکت ملی میتونست مردم رو متحد بکنه، همه رو زیر چتر خودش بیاره، از فقر نجات بده جامعه رو، صنایع رو به حرکت در بیاره و غیره و غیره. یعنی یک شخصیت نجات بخش بر فراز جامعه. خمینی از مملکت داری چه میدانست؟ اونا همشون وارد بودن در این زمینه ها، سیاست مداره گردن کلوفتی بودن و عرض کردم. خمینی از عصر مدرن چقدر حالیش بود؟ چه دنیاها را گشته و کشف کرده بود؟ از عالم و آدم چه شناختی داشت؟ اصلا ایران را چقدر می شناخت؟ چقدر به ناز و نیازهای این سرزمین آشنا بود؟ از تاریخ آن چه خبری داشت؟ معضلات و مشکلات ایران را می دانست؟ از فرهنگ و تمدن ایران چه چیزها می دانست؟ چقدر راغب بود به آشنایی از این فرهنگ و از آن تمدن؟ به مردم ایران و آینده ایران چقدر اندیشیده بود؟
چقدر میتوانست از آموخته های دانشگاه ها خبر داشته باشد، چقدر علاقمند و دغدغه‌مند توسعه و پیشرفت کشور ایران بود. میتوانست باشد. شاید تنها ویژگی اصلی خمینی نسبت به ایران بیزاری از تاریخ و فرهنگ باستانی ایران بود. همه رویدادها و رخدادهای عالم سیاست را هم جز در خطکشی ساده حق و باطل درک نمی کرد. حق و باطل را هم گویی از یک درک کلی و کلان فراتاریخی معنا می کرد. در نگاه او هر چیزی را می شد با مراجعه به عصر پیامبران و امامان معنا کرد. خب این درک از دیکتاتوری و دموکراسی در واقع که نقل کردم، یعنی یک چیز خیالی که ربطی به دنیای امروز نداره. کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بود است که حالاً از این میترسن دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانون است. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حذف کرده، یک ظلم بکند، یک سیلی رو بزنه، ظلمن اسلام را حذف کرده. این قابلیت از برای حکومت نداره. این دیکتاتوری حکومت قانون است، قانون خدا. قانون خدا در ادامه میگه که حکومت قانون از قانون خدا، یعنی تفسیری که پیشوای مذهبی از دین داره، یعنی فقه شیعه. مجری قانون خدا هم همون پیشوای مذهبی است که حالا که قدرت سیاسی هم دستش شده پیشوای سیاسی. اما پیشوای سیاسی که حرفش حرف خداست، این آدم برخلاف هیتلر و موسولینی و جنرال فرانکو که بر زیر و بم سیاست و فرهنگ و دانش زمان خودشون به هر حال آگاه بودن، چجور شد رهبری حکومت فاشیستی در دهه های آخر قرن بیستم؟ به واسطه مذهب که با قدرت سیاسی به ایدئولوژی حاکم تبدیل شد. خمینی پیشوای مذهبی در خلأ نبود، که پیشوای مذهبی مردمی بود که او رو مقدس میدونستن. یعنی میخوام بگم تا مردم باورمند به رهبر فاشیست نباشد، حکومت فاشیستی اصلا به وجود نمیاد. به همین دلیل یه دست حقوقدانان و جامعه شناسان جمهوری اسلامی رو تجسم فاشیزم مذهبی میدونن، نوع ویژه ای از فاشیزم که در پایان قرن بیستم، دهه های پایانی قرن بیستم در واقع شکل میگیره، به وجود میاد، تجسم پیدا میکنه. باری خمینی برای اینکه بتونه حکومت بکنه احتیاج به دو نیرو در واقع داره، یکی در بالا در اطرافش، کسانی که در دنیای امروز برخلاف خودش تحصیل کرده باشن، تو دنیای امروز کار کرده باشن، متخصص باشن، مثل نهضت آزادی، و نیروی دیگه در پایین، گندلات‌های محله‌ها، مساجد تکایا که از طریق نوچه پروری و ارتباط با آخوندهایی که حالا دیگه از حوزه در اومدن و به حکومت رسیدن احساس قدرت میکنن. اون چیزی که این هفته پیش اشاره هایی کردم، اون چیزی که نیروی بیشکل حاشیه تولید که همیشه له شده، این در واقع نیاز داره، احساس قدرت کردن. اینا وظیفه‌شون سازمان دادن دسته‌های چماقدار بود که از همون فردای انقلاب آمدن به کتاب فروشی و مشروب فروشی و تئاتر و سینما و زنان بی‌حجاب و گرد همایی‌های سیاسی غیر حکومتی حمله می‌کردن. همین چماقدارا از یک دهه بعد از انقلاب تقریبا شدن لباس شخصی‌ها. نخستین وظیفه سازمان یافته لباس شخصی‌ها رو در حمله به کوی دانشگاه در سال 78 دیدیم. اینا گرچه همیشه هماهنگ با پلیس و مأمورای شناسنامه‌دار ضد شورش به اصطلاح عمل میکنن، اما هیچ کس نه مسئولیتشون رو به عهده میگیره، نه خودشون جای اعلام میکنن که تشکیلات دارن، منسجمن، حقوق میگیرن از حکومت، و خلاصه هیچ وقت نمیگن ما مأمور حکومتیم. میگن ما از آقا دفاع میکنیم، از همون پیشوا دفاع میکنیم، از رهبر دفاع میکنیم. این تشکیلات لباس شخصی ها در آلمان معروف بود موندن به پیراهن قهوه‌ای ها. پیراهن قهوه‌ای ها توی آلمان همین دستجات فاشیستی بودن. در ایتالیا پیراهن سیاه ها بودن که در واقع شاخه نظامی حزب فاشیست ایتالیا شدن، یک میلیون عضو داشتن. در اسپانیا هم فالانجیستا بودن، فالانج ها بودن.
که اول انقلاب 57 هم به این دستجات فاشیسم گفتم فالانش، به اون تشابه. فالانش ها در اسپانیا فاشیستایی بودن که سعی میکردن، هسته های اولیاشون سعی میکردن از بین محرومان جامعه که عرض کردم جذب حزب فاشیست، حزب ملی فاشیست بکنن. در اسپانیای دوره فرانکو در قرن 20 مخصوصا در 15 سال اول قدرت گرفتنش، فالانش ها بیرحمترین قاتلان روشنفکران، مخالفان و جمهوری خواهان بودن. میدونید 200,000 نفر فقط اعدام شدن توی اون 10-15 سال، 10 سال اول که فرانکو در اسپانیا قدرت رو به دست گرفت. دیگه درگیری های خیابونی و قتل های روشنفکران و حمله به مردم و هر گرده همه اینا دیگه بماند جای خود، عرض کردم با دیکتاتوری نظامی و مسئله. حالا در ایران جمهوری اسلامی اینا در مساجد، تکایا و نمیدونم تشکیلات مداها، بسیج به ویژه در دانشگاه ها و محله ها سازمان پیدا میکنن، هم در گروه های ضربت دستگاه های اطلاعاتی امنیتی فعالن در ترورها، هم در برخورد با اتحادیه ها و اعتصاب های کارگری و تظاهرات خیابونی مردم. درست همون وظیفه که لباس شخصی ها در فاشیسم آلمان و ایتالیا و اسپانیا داشتن. خب خمینی 12 بهمن 1357 میاد ایران، روحیه برخورد مردم و انبوه گروه های مختلف سیاسی و دانشجوها و کسبه و غیره و غیره با او، برخورد یک مردم بیشکل ذوب در امامه، یعنی در پیشوا. مقدمت گرامی باد خمینی ای امام، 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 ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف. خمینی 4 ماه بعد از به قدرت رسیدن چند نکته رو اعلام میکنه، میره به طرف کانالیزه کردن و سازماندهی این نظام فاشیستی. چند نکته رو اعلام میکنه: یک، نظام تک حزبی، حزب فقط حزب الله. 2، اعلام جنگ علیه مخالفان و منتقدان که قشرهای فاسد پیرو استکبار جهانی هستند. 3، یهود ستیزی که اسرائیل همون یهود بنی قریظه است که امام اول شیعیان در یک روز گردنشون رو زد و امام اول شیعیان هم امیرالمؤمنین ماست، یعنی خلیفه مسلمین است که باید ما او رو نمایندگی بکنیم، جا پای او بگذاریم، چون به قول خمینی امیرالمؤمنین انسان کامل است. دیگه اینا رو بس دیگه نقل کردن از او، منتها این نکته رو باید بشنوید. 3 نکته‌ای که عرض کردم دقیقا نکات مهمی است در ایدئولوژی فاشیسم قرن 20. یک حزب با اون حزب الله، حزب مستضعفین، و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران که اگر سر جای خودشون ننشینند، ما به طور انقلابی با اونها عمل می کنیم. مولای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند، از دم شمشیر گذران. این یهود ستیزی یعنی نجات پرستی و دگر ستیزی و نفرت پراکنی، میدونیم که در دوره رهبری خامنه‌ای ادامه پیدا میکنه و شکل‌های گسترده تر میگیره. این مردمی که حرفای خمینی رو تایید میکنن کیان؟ مردم عادی کوچه و بازارن اغلبشون، ولی هسته مردمی که پایه‌های فاشیسم برآمده از انقلاب 57 رو محکم می‌کنه لزوماً اینا نخواهند بود. گرچه همین مردم
رهبر فاشیست رو بر بالای سرشون نشوندن. اما اواسط دهه 60 و اواخر جنگ ایران و عراق که حکومت نیروهای لباس شخصی و بسیج و در واقع پایه‌های توده‌ای خودش رو سازمان میده. عرض کردم یک دهه بعد از انقلابه که تقریبا اینا جا میفتن. خمینی همزمان که در کار تشویق حکومتش و تهییج مردم به جنگ با عراق برای گسترش قلمرو حکومت ایدئولوژیکشه، اصول فاشیستی حکومت بر مردم رو دیکته میکنه در داخل. حکومت بر مردم خرداد 1359 ستاد انقلاب فرهنگی با اعضای تعیین شده پیشوا تشکیل میشه تا هدف تفتیش عقاید و بررسی سابقه تک تک استادان و دانشجوها رو محقق کنه. صحیفه نور جلد 13، یعنی برین سراغ استادا که این استادا میگوین ما مسلمان و چه بچه هستیم، به این اکتفا نشود، سوابق این دیده بشود که این چطور آدمی بوده است، چه کاره بوده است در دانشگاه، که بوده، چه میکرده، چه درس میداده، چه جور برخورد میکرده با جوانها و چه توطئه ها داشته یا نداشته. وقتی که دانشگاه ها باز شد یک بازرسی هایی لازم است که در همه جا حاضر باشن، یعنی بازرس ها منظورشه، برای اینکه معلمین با دانشجوها چجور برخورد دارن و غیر برنامه درسیشان چه حرف ها آنجا هست، چه چیزها آنجا مطرح می کنند، اگر دیدند چیزهای انحرافی است اطلاع بدهند. سال 59 تو کتابای درسی مدارس هم دستورات علاقه رهبر در واقع اعلام میشه از اول دبستان تا پایان دانشگاه. در آلمان نازی هم اینان میخونم براتون، مدارس نقش مهمی در اشاعه عقاید نازی ها در میان جوانان ایفا میکردند، در حالی که سانسورچی ها برخی از کتاب ها را از کلاس های درس حذف میکردند، آموزگاران آلمانی به معرفی متون درسی جدیدی میپرداختند که به دانش آموزان عشق به رهبر، اطاعت از مقامات حکومتی، نظامیگری و یهودی ستیزی را میاموخت و البته نجات پرستی. بعد از مرگ خمینی، خامنه‌ای میشه رهبر، قانون اساسی رو طوری تغییر میده که رهبری مطلقه او تأمین بشه. اینا در ضمن متکی به قانون هم هستن، زمان فاشیسم کلاسیک هم همینطور بود، حالا صحبت خواهیم کرد. ولایت مطلقه فقیه با حکمرانی بر اقتصاد و سیاست نیروهای مسلح یک کشور یک کیش شخصیت عجیب غریبی بگم میده به خامنه‌ای، خامنه‌ای خودش برای خودش به وجود میاره، به هر حال که شاید در هیچ حاکم مستبدی در ایران تا حالا سابقه نداشته. نامه ننوشتی، گفتی وقتی برگردم دومات میشم، ولی بر نگشتی مادر. بچه هفتش ساله، این نمونه است از نظامیگری، مغزشویی، کودک آزاری، جنایت، تبعیض جنسی و اجبار چادر چاخچور مورد تایید حکومت. این دختر بچه ها رهبر فاشیست برای چی میخواد که داره از الان عروس دومادی و بچه داری یادشون میده؟ خامنه‌ای در فرمان 16 ماده‌ای برای افزایش جمعیت وظایف مرد و زن رو مشخص می‌کنه. 13 شهریور 1395 حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان. تو این برنامه‌های قبلی که درباره فاشیسم داشتیم عرض کردم که ماگدا گوبلز، همسر جوزف گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی که ولی هم به هیتلر نزدیک بود، در 1933 اعلام میکنه زنان آلمان در سه حرفه اجازه ورود ندارند: ارتش، حکومت، قضاوت. اگر یک دختر آلمانی باید بین شغل و ازدواج یکی را انتخاب کند، او همیشه تشویق میشود که ازدواج را برگزیند، چرا که برای زن این بهترین است. اصولا سیاست افزایش جمعیت و نرخ رشد جمعیت در همه انواع فاشیسم اهمیت خیلی زیادی داره. یکی که براتون بخونم بعد میریم خدمت مهمان محترم برنامه. آدریان لیترتون در کتاب تصرف قدرت درباره فاشیسم ایتالیا 1919 تا 1929
میگوید در اندیشه موسولینی ملت‌هایی که دارای جمعیت رو به افزایش بودند، ملل مقتدر و ملل مقدر به حکمرانی، یک تقدیر بود از مسئله جمعیت یا جمعیت شناسی برای رهبر فاشیست، ملل مقدر به حکمرانی و ملت‌هایی که دارای جمعیت رو به کاهش بودند، قدرت‌های رو به افول و مستحق شکست و مرگ بودند. تنها با افزایش نرخ زایش ایتالیا میتوانست مطمئن شود که آینده‌اش به عنوان یک قدرت بزرگ تضمین شده است. موسولینی میگفت جمعیت ایتالیا میبایست به 60 میلیون نفر برسد تا ایتالیا قادر به جنگی در مقیاس عظیم باشد. به همین دلیل درخواست مصرانه او از زنان ایتالیایی این بود که بچه‌های بیشتری داشته باشند تا ایتالیا به این جمعیت برسد. البته نه ایتالیای فاشیست در دوره موسولینی به 60 میلیون نفر جمعیت تعیین شده رسید. الان ایتالیا 58 میلیون جمعیت داره الان. و نه ایران جمهوری اسلامی به 150 میلیون نفری که خامنه ای میگه عمرن برسه. خب این که میگم عمرن برسه به خاطر بحثاش رو کردیم ها، از بدخواهی نیست، از غیر علمی بودن این موضوع، فارغ از ایده های فاشیستی خامنه ای، غیر علمی بودن این موضوع که شرایط اقلیمی و سرزمینی ایران ظرفیتی داره که حتی برای 100 میلیون نفر هم این ظرفیت کم است. این بحث ها رو ما مخصوصاً با آقای دکتر ناصر کرمی مفصل در همین برنامه صفحه آخر داشته ایم. باری در خدمت آقای دکتر محمود مسائلی هستیم، استاد حقوق و روابط بین الملل در کانادا. خوش آمدید آقای دکتر به امشب صفحه آخر. من نخست بلافاصله میخوام وارد پرسش ها بشم. شما در مطلبی که در واقع درسنامه مختصری است درباره روانشناسی سیاسی فاشیسم مذهبی، صورت مسئله ای رو مطرح کردید به این صورت که آیا می توان واژه فاشیسم را برای توضیح نظام های استبدادی تمامیت خواه به کار برد؟ برای همه نظام های استبدادی تمامیت خواه می شود واژه فاشیسم رو واقعا به کار برد؟ چون به هر حال یه تشابهی دارن این رژیم ها با هم. خواهش میکنم. بعد من هم عرض سلام و احترام دارم به شما و همه بینندگان محترم. بله، من وقتی که داشتم باهاتون صحبت می‌کردم مقداری هم اتفاق نوت گرفتم اینجا که ببینم در سطح ذرات بهش اشاره بکنم. من ببینید تفاوتایی که بنده بین نظام‌های استبدادی می‌بینم یا نظام‌های آرچ بگیم غیر از استبدادی، نظام‌های اقتدارگرا شاید عرض بکنم. تفاوت‌های میان نظام‌های اقتدارگرا و نظام‌های تمامیت خواه و نظام های فاشیستی وجود داره. خوب استش که به این تفاوت ها یک اشاره کوتاهی داشته باشیم. بله، من معتقد هستم که تمام نظام های فاشیستی توتالیتریان هستند و استبدادی یا اقتدارگرا هم هستند. اما تفاوت هایی هست. ببینید اما برعکسش لزوما اینطوری نیست. هان یعنی رژیم های توتالیتر همشون فاشیست نیست. خواهش می‌کنم بفرمایید. ببینید مثلا نظام استبدادی یا نظام اقتدارگرا اون نظامی هستش که خب کشور توسط یک نظام داره حکومت میشه و با ترس و با رعب داره به هر حال مردم رو سرکوب میکنه و معمولا حق مردم برای برخورداری از آزادی های اساسی به شدیدترین شکل ممکن سرکوب میشه. اما در همین نظام های استبدادی تنوع سیاسی تا حدی پذیرفته میشه و یک لایه های ضعیفی از آزادی خواهی هم در اختیار مردم قرار میگیره. اما اگر که یکی ما این دامنه رو بازترش بکنیم، بریم فراتر از این محدوده و برسیم به نظام های توتالیتریان یا تمامیت خواه، میبینیم که نظام توتالیتریان اون نظامی هستش که تمام درها، تمام مجاری رو برای انتخاب آزاد مردم میبنده، اونها رو مسدود میکنه و اجازه نمیده که کوچکترین مجالی برای آزادی خواهی یا برای تنوع نهادهای سیاسی وجود داشته باشه. حالا یه مثال بزنم. شما به چین مراجعه کنید. چین فرزندداری ما او یک نظام تمامیت خواه رو از خودش به نمایش میذاره، ولی چین امروزی دیگر تمامیت خواه نیست، به نوعی فرزند نظامی است اقتدارگرا، به خاطر اینکه مثلا در چین امروز ما فرزند بازار آزاد رو داریم میبینیم، یعنی در کنار پکن شانگهای هم وجود داره یا ماکو هم وجود داره. یا مثال دیگه شما میتونید برید به
کوبای دوره کاسترو نگاه بکنید و کوبای امروزه نگاه بکنید. کوبای دوره کاسترو یک کوبای توتالیتریان هست و یک کوبای امروز استبدادی است. خب این تفاوت ها بین این دوتا وجود داره. حالا وقتی که ما بیان وارد فاشیسم بشیم، وقتی یک ویژگاه های دیگری هم بر اون اضافه میشه که در واقع اون چنبره مخوف رو محکمتر و سنگین‌تر. آقای دکتر خیلی خیلی عذر میخوام، قبل از اینکه وارد این موضوع بشین که باز مبحث نسبتا جداگانه است، ما بنده سکوت میکنم، یک سوال درباره چین و کوبا که مثال زدین، میتونیم درباره همه انقلاب های مثال بزنیم، انقلاب های قرن بیستم به ویژه، پیامد انقلاب ها آیا همیشه با حکومت های توتالیتاریان یا تمامیت خواه هست؟ همینطوره، من با شما موافق هستم. علت این هستش که انقلاب وقت که میفته، انقلاب در اون ساختارهای بیرون اتفاق میفته، بدون اینکه ساختارهای درونی، باورها و گرایشات و جهانبینی مردم تغییر پیدا بکنه. لذا اگر شما مثلا به کنت نگاه بکنید، ایشان معتقد هستش که انقلاب اصلی و اساسی مثل در باور مردم اتفاق میفته. مردم باید این اعتقاد رو داشته باشند که فرزند نحوه زندگی اینگونه باشد و آنگونه نباشد. مشکل بستر این هستش که انقلاباتی که شما فهمیدید در قرن بیستم اتفاق میفتن، اینها بدون هر نوع دگرگونی یا تغییرات بنیادینی در گرایشات مردم، در انتظارات مردم، در باورهای مردم و غیره اتفاق میفتن. بنابراین جابجایی ها جابجایی های مکانیکی است، جابجایی های مادی است، جابجایی های در درون ساختارهای اجتماعی است و چون اندیشه ها دگرگونی پیدا نمی کنه، به سرعت این انقلابات ممکن استش که به انواع به صلاح نظام های سرکوبگر مثل تمامیت خواه و یا حتی فاشیستی کشیده بشه. بله بفرمایید، خواهش میکنم. بله عرض میکردم که نظام توتالیتریان بنابراین دامنه سرکوبش بسیار وسیع تره، برای اینکه تمامی ابعاد زندگی شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی و حتی موضوعات مربوط به اخلاق، موضوع به فرهنگ، موضوع اعتقادات مردم، باورهای مردم، حتی مباحث مربوط به باروری و غیره تحت تاثیر قرار میگیره. من اگر بخوام خیلی سادش بکنم، داشتم تو اینجا نوت میگرفتم که شما داشتین صحبت میفرمودین گوش میکردم، ببینید ما میتونیم نظام فاشیستی رو از یه واژه‌ای برای توصیفش استفاده کنیم که بهش میگن ریفیکیشن. ریفیکیشن چطوری باید بنویسیم؟ R E I F I C A T I O N. ریفیکیشن یعنی نظام فاشیستی نوعی از توتالیتریانزم هستش که هیچ چیز تبدیل می شود به چیز اگر در محدوده اراده رهبری و دولت قرار بگیرد. مثال فرضاً شما حساب بکنید که یک فرد میگه که خیلی خوب، من دارای فرضاً این حق آزاد هستم که بیان بیان آزاد داشته باشن. میگن تو می توانی بیان آزاد داشته باشی اگر که بتوانی در محدوده اون چارچوبه‌ای که دولت و رهبری تعیین کرده است خودت رو معرفی بکنی. شما فرضاً می خوای حجاب نداشته باشی، نداشته باش، اما ایامی که ما تعیین می کنیم. پس همه چیز بستگی دارد به اراده رهبر. این ریفیکیشن یعنی nothing میشه یک چیزی. اون چیزی که اون فرایند تبدیل هیچ چیز به چیز را فراهم میکند، همون اقتدار رهبری است که شما بهش اشاره فرمودین در مناطقی که من داشتم گوش میکردم. باز فرمایش هست یا من و بعد آقای دکتر خواهش میکنم اگر میخواین ادامه بدین ادامه بدین تا من وارد رابطه فاشیسم با مذهب میخواستم بشم. بفرمایید، خواهش میکنم. من چند مورد فقط به طور پوینت فرم یک دو سه چهاری مثلا ببینید. در نظام فاشیستی اساسا نحوه تفکر برآمده از فلسفه رومانتیکه. فلسفه رومانتیک، رومانتیک فلسفی از قرن اواخر قرن 18 قرن 19 به این طرف، به این معنی هستش که اساسا جامعه معنای به قول معروف سوسایتی نمیتونه داشته باشه. جامعه برآمده از اراده فرد نیست. جامعه رو مستی اصطلاح بهش میگن فاشی، به عنوان فاشی باید نظر، یعنی که جامعه برآمده از سنن و آداب و رسوم و ریشه‌های تاریخی است که کل اینها با هم دیگه یک نظام انداموار هماهنگ رو ایجاب میکنن. این نظام انداموار هماهنگ مستی تحصیل یک فرد رهبری بشه و اون رهبری هم کسی هستش حالت کاریزما داره. بذار شما ملازمه فهمید که در نظام های فاشیستی اساسا هیچ مجرا و فرصتی برای طرح مفاهیم مربوط به فردیت، شخصیت، اراده انسانی، آزادی، دموکراسی و غیره وجود نداره. و
من یک کمی بیشتر حالا این توضیح بدم. ببینید نظام های فاشیستی یکی از خصیصهای عجیب غریبی که داره این استش که مردم رو دائما می ترسانند، اما ترساندنشان از نوع ترساندن نظام های استبدادی متفاوت است. در نظام استبدادی مردم رو می ترسانند، در نظام های توتالیتریان هم مردم رو می ترسانند، اما در نظام های فاشیستی مردم رو می ترسانند هم از زور و رعب زنده قابل مشاهده یعنی دولت، نیروی سرکوب، لباس شخصی و غیره، و هم مردم رو میترسانم توسط باورهای اعتقادی که میتونی باورهای اعتقادی فرضاً دینی باشد یا دینی نباشد. لذا مثلا شما نگاه میکنید ببینید که در یک نظام فاشیستی به معنای کنونی قضیه که با نظام فاشیستی پیشین متفاوت هستش، فرضاً میبینید که خداوند قاسم الجباری میشه برای اینکه منبع ترس ناپیداست فراتر از اون رعب و وحشتی که نظام داره ایجاد میکنه، و همین خداوند پا بر سه ظهور میگذاره، فرضاً قدم بر روی زمین میگذاره و تبدیل میشه به النصر و به رعب. ببینید اساسا وقتی ما مفهوم ترس نگاه میکنیم، ببینید ترس یکی از ویژگی های عجیب غریب نظام های فاشیستی است. خب این نظام فاشیستی است، تفاوتش با نظام های توتالیتریان چه این باشد؟ وقتی شما میبینید که چقدر موضوع خطرناک داره. یا فرضاً شما نگاه بکنید به اینکه در نظام فاشیستی یک نوع توهم برتری طلبی وجود دارد، یا ببخشید خودپنداری برتری طلبانه وجود دارد، که این برتری طلبی به نوعی دیلوژن تبدیل میشه، به نوعی توهم تبدیل میشه. رهبر و نظام و همه کسانی که کارگزار رهبر هستن همه بر این باور هستن که به واسطه اتصال با نظم اندام‌وار که از درون فلسفه حقوق طبیعی اینها به اشتباه البته میخوانند، اونها میتوانند درک صحیح و روشن از موضوعات اجتماعی داشته باشند و بقیه مردم نمیتوانند هیچ نوع فرضاً نمیدونم چالشی در مقابل اون قرار بدن. من میتونم باز کمی بیشتر توضیح بدم. فرضاً ببینید نظام های فاشیستی اینها میگن که سیاست و عمل سیاسی که ما معرفی میکنیم این صحیح و درست است. این باز هم حالت دلوژنه، به این معنا که از این نظر ما صحیح هستیم اینها میگن، به خاطر اینکه ما یک ماموریتی تاریخی به عهده داریم، یه ماموریتی که مسیری فرجام شناسانه دارد، تلیولوژیکال هست، این میبایستی ادامه پیدا کند و هیچ نوع مقاومتی در قبال اون امکان پذیر نیست. لذا میبینیم که نظام های توتالیتریانه سرکوبگر بیشتری که بیشتر فاشیستن، اینها میان تمامی ابواب و دریچه ها و دروازه های تعامل رو میبنده رو مسدود میکنن. من یکی دو تا مورد کوچک دیگه عرض میکنم و بعد در خدمت شما هستم. فاشیسم، حالا مخصوصا فاشیسم آلمانی رو من عرض میکنم که من از ایتالیا فاصله میگیرم، فقط آلمانی رو مطرح میکنم، اما اگر نیاز باشد به فاشیسم معاصر هم اشاره خواهم کرد. در نظام توتالیتریانی که تبدیل میشد به فاشیسم، معمولا ایده برتری نژادی یک اصل است، همون یوجنیکس، اون فرمول شبه علمی معروف مثلا اول قرن بیستم میگوید که فرضاً نژاد آریایی برتر است، پس با ما بقیه نژادها به خصوص یهودی ها که یک نژاد تلقی میشوند، کلی ها و یا حتی مثلا افراد کلیسای ارتدوکس، معتقدان ارتدوکس، اینها نمیتونن در زمره نژاد آریایی قرار بگیرن، پس اینها میکروب هایی هستن، ویروس هایی هستن که میان نژاد ناب و خالص رو آلوده میکنن و همین خاطر مثل اونها رو از زمین برکن. حالا جالب بحثش که اگر شما همین یوجنیکس رو بیارید توی شرط معاصر قابل در همین نظام های فاشیستی کنونی جهان که فرضاً در فرانسه میشه مشاهده کرد، به عنوان مثال عرض میکنه، البته اینها میگن که اصلا جامعه دچار خطرات عجیبی شده است، یعنی اینکه فرضاً ایمیگرانت ها اومدن، نمیدونم مردم سیاه پوست اومدن و جامعه رو دارن به خطر میاندازن، خلوصش رو، اون نژادش رو مورد مخاطره قرار میدن، پس مثل با اینها مقابله کرد و مبارزه کرد در قالب فرضاً ایدئولوژی های راست گرا. وقتی اینجا یه تئوری هستش به نام Great Replacement Theory، اونها میگن که باز ما بایستی با هر نیروی، با هر شکلی، از هر صدایی که به طریق اون خلوص نژاد فرضاً برتر مورد تهاجم قرار میدن، بایستی با اینها مقابله بکنیم. به هر حال عرضم این استش که زیاد هست شاخص ها، من میخوام بخونم لیست کنم، یک دو سه چهار، بایستی اینجا چند ساعت وقت به صد اوقات شما بشن، سعی میکنم در همینجا. آقای دکتر مسائلی، گفتین رژیم های فاشیستی معاصر مثل فرانسه یا من اشتباه شده؟ نه گفتم گرایشات که در اونجا مشاهده میشه فرانسه. آها بله. ببینید
خب ما در ادامه این بحث به چند نکته ای که مستقیما با جمهوری اسلامی ایران در واقع پیوند میخوره میپردازیم. نخست از مذهب شروع میکنیم. فاشیسم اصولا در چه شرایطی با مذهب در میآمیزد؟ میدونیم که رژیم های فاشیستی به دلیل ضد چپ بودن، ضد کمونیست بودن، در شرایط خاص جهانی قرار داشتن، اینا همشون پیوند های عمیقی با کلیسا داشتن و مذهبی بودن در واقع، ولی این مذهبی بودنشون در خدمت قدرت بود، نه اینکه واقعا اینا آدم های مثلا با خدایی بودن به قول معروف. حالا عامیانه بگذاریم، در چه شرایطی فاشیسم با مذهب میآمیزد؟ خیلی ممنون هستم از طرح پرسش بسیار بجا و سنجیده، ولی اجازه فرمایید من یک دو سه تا جمله مقدماتی بگم. ببینید وقتی ما میخوایم فاشیسم رو با مذهب رابطش رو بسنجیم، ناچار هستیم که وقت تفکیک قائل بشیم بین فرضاً فاشیسم ایتالیا با فاشیسم آلمان نازی و فرضاً برسیم به فاشیسم معاصر. شما نگاه بکنید مثلا به مدل ایتالیایی قضیه. خب خدای موسولینی اصلا به هیچ مذهب و خداوندگاری اعتقاد نداشت، ولی به این نتیجه رسیده بود با پاپ، اسم پاپ چی بودش؟ پایس نهم فکر کنم، حالا من یادم نیست. اینها به این نتیجه رسیدن که دست به یک معامله تاریخی بزنن، برای اینکه اگر بتونن با هم متحد بشن میتونن از همدیگه بهره برداری کنن فرضاً و غیره. در دوره هیتلری فاشیسم، رابطه فاشیسم با مذهب کمی دگرگون میشه. این بار این مذهب هستش که دست دوستی به طرف اون نظام فاشیست ناتسی در واقع دراز میکنه. شما نگاه بکنیم مثلا به کارهای آقای الحاج امین الحسینی، مفتی اعظم فرضاً اورشلیم، که حتی ایشون با هیتلر ملاقات کرد، گفتگو کرد و خودش رو به عنوان صدای جهان اسلام به هیتلر معرفی کرد و میخواستش که هیتلر از اینها دفاع بکند، به خاطر اینکه اینها میخواستن اون صدای اسلام رو در جهان تنین افکن کنند در مقابل به قول خودش مثلا یهودیت و یا فرضاً بریتانیا کبیر آن زمان. یا حتی نگاه بکنید، من اخیراً داشتم اتفاق میخوندم کارهای آقای ادریس صالح البحری. خب ایشان رادیو برلین رو اداره میکرد و وابسته به هیتلر بود، با گوبلز ضوابط بسیار بسیار نزدیک داشت و در رادیوش همیشه اعلام میکرد که این صدای آلمان هست به همسایه خود جهان عرب اسلامی. خب ببینیم که جهان اسلام، حالا من چندی چهره رو میتونم نام بیارم اگر ذهنم یاره بکنه، اینها بودن که دست دوستی رو به طرف هیتلر دراز کردن. شما برید نگاه بکنید خیلی ساده به کارهایی که آقای مثلا الحسینی انجام داد، هم آقای الحاج امین الحسینی. الحاج امین الحسینی رسما و به طور مستقیم در سازماندهی و در آموزش لشکر گویا 13 کوهستانی فاشیسم در کروسی امروزی نقش داشت. در یک هولوکاست دومی علاوه بر اون هولوکاستی که در آلمان اتفاق افتاد ایشون درش در واقع مشارکت داشت. لذا شما می‌بینید که رابطه مذهب، حالا بگم اسلام فرضاً با فاشیسم، اینجا متفاوت هستش رابطه ای که فرضاً موسولینی داشت با مذهب. اینجا این اون بسیار رهبران مذهبی بودن که میخواستن فاشیست باشن یا با فاشیست بتونن همکاری بکنن. حالا اگر که من بخوام این پیش زمینه ها رو کنار هم بچینم، میتونم بگم که اون شرایطی که باعث میشود مذهب با فاشیسم بیامیزد، یا تا فاشیسم امروزین، یک شکل از نیو فاشیسم که متفاوت از فاشیسم قبلی، در واقع میتونم من به این نکات اشارت داشته باشم به طور ساده. شما کمک کنید که ذهن من بتونه فقط حرکت بکنه. ببینید مذهب و فاشیسم در یک جایی با هم دیگه تلاقی پیدا میکنن و اون به اسمش میتونیم بزنیم میستیفیکیشن. سعی میکنن همه چیز رو رمز و رازگونش بکنن و سعی میکنن به درونیات نگاه بکنن، به شکلی برآمده از همون فلسفه رمانتیک و فرضاً فلسفه حقوق طبیعی به عنوان مثال قرون وسطا هستش. میستیفیکیشن یک فاکتور کاملا مشخص برجسته است. رمزگرایی، رازگرایی یکی از مفاهیمی هستش که این دوتا رو میتونه به هم نزدیک بکنه. مورد دیگه که من میتونم بهش اشاره کنم دماگوگی هستش، عوام فریبی، که این عوام فریبی برآمده از همون رمز رازگرایی به عنوان خصیصی اصلی فاشیسم و فرضاً دستگاه های مذهبی هستش. مورد دیگه که حالا من به ذهنم میرسه این هستش که باز به همون نظم اموار انداموار نگاه بکنم، هم مذهب اسلام یا شاید مثلا کاتولیسیزم و انفاشیزم، اینها همه معتقد هستن که کل
کل حیات یک مجموعه هماهنگ و ارگانیک هستش و این حالت ارگانیک توسط رهبری هدایت میشه، توسط یک دستگاه حاکمه هدایت میشه و ملت و مردم زمانی معنای واقعی خودش رو میتونن ایفا بکنن که در درون این کل مجموعه اندام و ارگانیک حل بشنن، ذوب در ولایت بشنن، ذوب در هیتلر بشنن. بنابراین در این نگاه اساسا جامعه به معنای سوسایت اصلا معنا ندارد، هرچه از کامیونیتیز که با پیوندهای به قول خودشون برادرهود یا فراترنیتی اینا با هم دیگه وصل میشن و اینها هم هنگامی تا اونا وصل بشن که رهبر به اونها اجازه بدن. و باز من میتونم برخی از مشابهات رو خدمت شما همخونی و برادری و اینها مثلا یعنی ببینید سمبول ها نگاه بکنید، اصلا شما به سمبول نگاه بکنید، سمبولیزم یا سمبول یا سمبول ها لرچس بشه فارسی من نمیدونم چه باید بگم، سمبول یک از زمینه های مشترک است. پرداختن به شمایل، به تمثال ها، به عکس های بزرگ، به علامت ها، اصلا علامت برپا کردن، نخل برگزار کردن در فرزن مراسم تعزیه خانی به صادر آین شیعه، یا سرودهای خیلی هیجان انگیز، یا رنگهای چی میگم تند مثل قرمز، مثل زرد، مثل سبز، سرودها و آهنگهایی که به نوعی هیجان برانگیز هستش. حتی به پرچم ها نگاه بکنید، شما نگاه بکنید مثلا به دوران هیتلر، حالا من برگردم به عقب، ببینید جایی که هیتلر هستش و رهبرانش هستن سراسر پوشیده است از اون پرچم های آلمان نازی که اون علامت سلب شکست روشه، و امروز بیاد به ایران نگاه بکنید در مراسم ایکس، یا بیاد به لبنان نگاه بکنید در کاری که حزب الله انجام میده، شما میبینید که این سمبل ها عیناً مشابهت دارن. میبینید که فهم ها تقریبا از نقطه نظر این که یک هویت کلی خود را چگونه معرفی میکند نزدیک هستش. یه مثال دیگه بزن اصلا شاید راحت تر بشه، یا یک شاخص دیگه در نظر بگیریم. ببینید هم فاشیزم به اون معنی خاصی که اونجا به کار بردیم و هم مذهب معنای امروزین خودش، من فکر میکنم برای بر اساس نوعی روان پریشی، حالا من دارم دنبال واژه میگم، دنبال بر اساس یک نوع روان پریشی اینها خودش رو تعریف میکنه. منظورم از روان پریشی چیست؟ اینها ببینید شکست های تاریخی داشتن. شما برید به آلمان نگاه بکنید، نگاه بکنید به آلمان بعد از سقوط امپراتوری مقدس روم چه اتفاق افتاد. حداقل آلمان آخرین کشور اروپایی هستش که در سال 85-86 به استقلال رسید، داره من تاریخش یادم نیست، یعنی آلمان یکی از آخرین کشورهایی بودش که در مجموع اروپا به استقلال رسید و تبدیل شد به نیشن استیت، شد یک ذات سیاسی، حالا به تعبیر امروزی ها. برابر نوع احساس حقارت در وجود اینها وجود داشته است. حالا شما بیاین این رو با مذهب هم نگاه بکنید، فرضاً با تشیع و دهدونه بس نگاه بکنید، نوع احساس حقارت به قروخشون بر اساس اون شکست هایی که در پیشتر اتفاق افتاده است برای اینها یک فضای مرثیه سرایی برای یک قربانی مظلوم رو در واقع خلق میکنه. لذا این حالت روانی میتونه به راحتی نگاه فاشیستی به طور عام رو عرض میکنم با نگاه اسلام رو به هم دیگه نزدیک بکنه. من حتی برام عقب‌تر نگاه بکنیم، مثلا به مصر، من داشتم احتمال خیلی هر چیز مینوشتم، دیدم که مثلا در مصر یک حالا قبل از این که انقلاب 57 اتفاق بیفته، مثلا شما در مصر میبینید که همین حالت رو دیده میشه. اون روشن فکران مصری عمیقا هوادار اون نگرش فاشیستی بودن در بعد از جنگ جهانی دوم، به خاطر شکست هایی که از اسرائیل خورده بودن. شما نگاه بکنید مثلا فیلم معروف الارض یا فیلم زمین، با اون سرمایه عظیمی که رون صرف شد میخواست نشان بدهد که ما خب در گذشته بنابر دلایلی نتوانستیم هویت خودمون رو به مرز نمایش بگذاریم، ولی امروزه این فرصت بر ما پیش آمده است که بتونیم با هم دیگه در کنار هم باشیم. من باز میتونم لیست رو خب این دلایل البته کاملا متفاوتی داشت دارد. اگر بخوایم برگردیم به تاریخ که تو این یه رو بمونده وقتمون نیست، یعنی شرایط که در مصر بعد از جنگ جهانی دوم بود و بعد در آلمان قرن 19 که تا شکل گرفتن حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان و در واقع قدرت گرفتن هیتلر در اون. حالا این بحث رو بذاریم کنار. ببینید یه نکته بسیار مهمی که هست اینه که مسئله انتخابات توی این حکومت ها، نه فاشیسم قرن بیستم آلمان، ایتالیا و عرض کردم اون جنرال فرانکو که با کودتا از آمد سر کار، نه داخل جنگ داخلی، نه آلمان و ایتالیا
و نه هیچ رژیم شبه فاشیستی دیگری در واقع میخوام بگم در همین دوره معاصر خودمون. اینا از دل انقلاب بیرون نیومدن در این دوره معاصر. ما اگر بخوایم حالا باریکش بکنیم، مقایسه فقط آلمان، ایتالیا، اسپانیا با جمهوری اسلامی ایران، این است که جمهوری اسلامی ایران از دل یک انقلاب آمد بیرون، ولی آلمان و ایتالیا از دل یک انتخابات در واقع آمدن بیرون، اکثریت حزبی در پارلمان آوردن و هرچند که محصول شرایطی بود که بخشش شما به خوبی توضیح فرمودید و اصولا اگه بخوایم جامعه تر یک کلی بگیم، محصول در واقع بحران‌های جامعه بحران زده و هرج و مرج در سیاست و فقر اقتصادی و آلودگی جامعه به فساد، رهبران، همه این داستان ها. حالا اینا یه طرف، چرا اصلا بعدم که حتی اینا میشن حکومت های تک حزبی، یعنی آلمان، ایتالیا و حتی اسپانیا و همین جمهوری اسلامی که میگه حزب فقط حزب الله، چرا انتخابات برگزار میکنن؟ چه نیازی به انتخابات دارن وقتی که رهبر قدرت داره، ساختار حکومت در قانون تعریف شده، همون ساختار فاشیستی رو تضمین داره میکنه، و چرا انتخابات میذارن اصلا؟ حالا انتخابات قلابی هرچی. بله خیلی ممنون هستم. من اتفاقا اینجا یک مقداری نظراتم با جناب عالی متفاوت است. عرضم این باید بشه که حتی زمانی که فاشیزم آلمانی یا که فاشیزم ناتسی آلمانی فرزن وجود اومد، یا حتی اون مدل ایتالیایی، اینها دوره یک نوع انقلاب بیرون اومد. اما تا انقلاب در دوره ساختارهای اجتماعی نبود، انقلابات فکری بودش. شما برگردید فرزن به همون قرن 19 هم و نگاه بکنید به کارهای آقای برونو بوئر در آنتوش کوشن، یا نگاه بکنید فرزن با چی بگم، اون یک مکتبی ازش بهش میگن جرمن هیستوریکال سکول. این پیش زمینه ها در آلمان وجود داشت خدمت شما عرض بکنم، اما اون انقلاب نه به معنایی که ما به شکل مستلش به کار بریم، نه انقلاباتی بودش که در درون باورها ریشه دوونده بود و داشت همچنان به قول معروف روز به روز بیشتر رشد و توسعه پیدا میکرد که منجر شد به اون وقایع. اما راجع به انتخابات، فهم منای فلاتی عزیز به این شکل هستش که انتخابات در دنیای امروزین یکی از خصیصه های نیوفاشیزم هست که با فاشیزم کلاسیک فرق میکنه، که شما در ابتدا من داشتم صحبتاتون رو میشنیدم. در نظام های نیوفاشیستی اینها تصور میکنن که انتخابات باید باشد به خاطر اینکه نشان بدهن به دیگران که اینها میخواهند به آرای عمومی، به آزادی ها و برخ از ارزش های انسانی وابسته و پایبند باشن. در این حال مست در نظر بگیریم که این نظام ها هر چقدر هم که سرکوبگر، بسته، توتالیتریان و از همه مهمتر فاشیست باشن، اینها به صورت جزیره های دور افتاده نیستن که در دنیا بخوان سلف سافیشنتلی به حیات خودشون ادامه بدن. اینها ناگزیر هستن با جهان تعامل داشته باشن، لذا تعاملات اقتصادی، تعاملات تجاری و دیپلماتی و غیره گاهی اوقات تضییقات رو به ما تحمیل میکنه. اینها برای که بتونن از اون تضییقات عبور بکنن و راه رو حتی برای حیات خودشون با دنیا جامع بین الملل باز بکنن، ناچار از برگزاری انتخابات نمایشی هستن. فهم من از فرمایش شما. و یه نکته جالبی رو عرض بکنم که در ایتالیا مثلا مجلس خبرگان داشتن، مثل جمهوری اسلامی، شورای ملی فاشیزم مجلس خبرگان فاشیزم ایتالیا بود. یعنی این شورا تنها مرجعی بود مثل مجلس خبرگان که میتونست رئیس حکومت، که لقب موسولینی بود، رئیس حکومت رو برکنار کنه، رهبر رو، که البته اواخر عمر موسولینی این کارو کرد اون مجلس خبرگانشون، شورای ملی فاشیزم، که خب البته قانونا پادشاه هم چون نظام پادشاهی بود، حالا به نام به اسم فقط، پادشاه هم میتونست این کارو بکنه، اما عملا انقدر ضعیف شده بود که اگر هم میخواست نمیتونست بکنه. و قبل از شکل گیری فاشیزم نظام سلطنتی در ایتالیا این قدرت رو داشت، کما اینکه دربار ایتالیا کمک کرد تا برای سر و سامان دادن به اوضاع در واقع موسولینی بشود نخست وزیر، یعنی شاه بهش مأموریت داد، منصوبش کرد که تشکیل دولت بده.
اما باری خواستم این مقایسه شورای ملی فاشیست و مجلس خبرگان عرض بکنم که باز همین بحث انتخابات شد که اینا مثلا این نهادهای قانونی هم درست میکنن که حالا مثلا این هستش که میتونه اون رو جا به جا بکنه فلان بکنه. بگذاریم آقای دکتر مسائلی، در که شما هم نقل کردین در یکی از مطالبتون، در کتاب روانشناسی توده‌ای فاشیسم ویلهلم رایش میگوید امروز مشخص شده است که فاشیسم مولود سیاست‌های هیتلر و یا موسولینی نبود، بلکه بیان گرایشات غیر منطقی بود که در مسیر شکل‌گیری شخصیت عمومی جامعه در آن مؤثر افتاده بود. اینو در پیوند با ایران، این گرایش غیر منطقی که در مسیر شکل‌گیری شخصیت عمومی جامعه مؤثر افتاده بود، اینو در ایران چگونه توضیح میدی؟ خیلی ممنون. خیلی ساده بگم، بازم به شکل پوینت فور چند تا رو میگم، روی یکیش بیشتر متمرکز خواهم بود. ببینید، اگر در اون کتاب اون آقای رایش صحبت میکنه، آقای ویلهلم صحبت میکنه، درک ایشان از مفهوم غیر منطقی بودن به معنای، حالا چطوری بگم، من سعی میکنم توضیح بدم که یک تفاوتی هستش میان منطقی بودن و عقلایی بودن. عقلایی بودن یا رشنال بودن به این معنی هستش فرضاً من نوعی یک استعداد برای فهمیدن دارم که در هستن من انسانی هست، اما این فهمیدن بین یک استعداد متعلق به من است و هنوز یک فهم اجتماعی نشده است. یعنی این رشنالیتی هنوز تبدیل به خرد جمعی نشده است که اسمشو بذاریم منطقی. مشکلی که در این نگرش های عقلایی پیدا میشه این هستش، چون فهم ها سابجکتیف هستند، فهم ها انگاشتی هستند، به صورت از زمانی که این فهم ها شکل میگیرن میآیند در مقابل تمام کسانی که دنیا رو طور دیگری میفهمند و فلسفه حیات خودشون رو به شکل دیگری به اصطلاح تعریف و توصیف میکنن به مقابله برمیگذارن. بنابراین این عقلانیت به این معنا منشأ معضلات است. در مقابل این نگاه فلسفی وجود دارد، حالا در ریشاش برمیگرد به لاک که میگه ما بایستی از عقلایی بودن، یعنی از بین رشنال، بایستی بریم به طرف منطقی شدن، باید بریم ما ریزونبل بشیم. آلمان آن زمان عمیقا گرفتار اون سنت پروسی رشنال بود که برآمده از آن مکتب فلسفه تاریخی آلمان بود که به هیچ عنوان مایل نبود، به هیچ شرایطی نمیخواست به نوعی نگاه خودش و فهم خودش رو با دیگر فهم‌ها از در تعامل و همپرسگی در بیاره. لذا جامعه آلمان دوچار یک نوع التهاب شده بود. یکی این نکته است که خیلی مهمه، بس ما حتما بهش اشاره بکنم، حتی موضوع خیلی سختی هستش. مورد دیگه خود فلسفه رومانتیک است. ببینید، فلسفه رومانتیک یکی از نکات اصلی که مطرح میکرد، ممکنه شما به هگل مراجعه کنید، بنده ممکنه به هردر نگاه بکنم و دیگران، فلسفه رومانتیک به شکلی میگوید که تمامیت عقلانیت روشنگری تبدیل شده است به شکل از عقلانیت ابزاری، اینسترومنت ریزن، و این عقلانیت قادر به اداره جامعه نیست. لذا این بایستی پناه بور به سمت فرزن احساسات انسانی، عواطف انسانی، تمایل انسانها به فرزن زیبایی شناخت، موضوعات زیبایی شناختی و غیره. وقتی ما میام از این نگاه خاص فاشیستی نگاه میکنیم به فلسفه رومانتیک، میبینیم که فلسفه رومانتیک یک فهم غیر منطقی به نمایش میگذاره در جهان، در جهان آن زمان. یعنی که این فهم مایل نیست خودش رو بیاد با عقلانیت به لحاظ ساختار، به لحاظ اجتماعی ساخته شده در واقع از در آشتی در بیاره. به همین خاطر هم هستش که نویسنده اون کتاب میگه که این یک گرایش عمومی بود، یک التهاب عمومی بود، یک فضای بود در آلمان آن زمان که کسانی فرضاً مثل هیتلر از اون بهره برداری کردن و تونستن این گرایشات رو جلب بدن به طرف تاسیس مثلا نظام خودشون. و یه جمله دیگه هم عرض بکنم و فقط دیگه بیشتر از این مزاحم نشم بعد شما بفهمید. همچنین میشه به این شکل موضوع رو توضیح داد که ببینید، در فلسفه تحققی یا نظام حقوق تحققی که بهش میگن پوزیتیویسم، ادعای اصلی این است که هر آنچه که قابل مشاهده و آزمایش و لمس هستش این حقیقت دارد. یعنی هیچ تروثی فارغ از این نمیتونه وجود داشته باشد. در نقطه مقابل این، در نظام های فلسفی طبیعی میگویند که خب یک سلسله
موضوعات دیگری هم در حیات انسانی و در جهان وجود دارد که اینها قابل اثبات و مشاهده و آزمایش لمس نیستن. خب ما نمیتونیم مثلا باورهای مردم رو نادیده بگیریم، ما نمیتونیم احساسات مردم رو نادیده بگیریم. آلمان آن زمان یعنی از تقریبا قرن 19 هم به بعد گرفتار این بحران شده بود که آیا مثل به سمت پذیرش کامل فلسفه حقوق مثبته یا تحققی حرکت بکنه یا مثل برگرد به ریشه های فلسفه حقوق طبیعی. زا این التهابات فضا را فراهم کرده بود که بتونه ایتری از اون بهره برداری بکنه. ناگفته نمونه که همونطور که عرض کردم قبل‌تر از این در قرن 19 فرضا ما می‌بینیم که برونو بایر این پیش‌زمینه‌هاشو توریزه کرده بود، آماده کرده بود، داشت توضیح میداد که آلمان باید برگرد به اون فضای پیشنه خودش، باید برگرد به اون استعدادهای تاریخی پیشنه خودش تا بتونه اون فرزن شکست ها و ناکامی های گذشته بتونه جبران کنه. و اینو از طریق رسانه ها و از طریق احزاب در واقع تزریق میکردن به جامعه. های دکتر ما یه دقیقه وقت داریم، یک کم بیشتر میخوام تیتروار بفرمایید اگر ممکنه که نقاط ضعف فاشیسم مذهبی در ایران چیست؟ اون چیزایی که شما فرموله کردیم قبلا. خواهش می‌کنم. خیلی من خیلی خیلی کوتاه برچشم. اول اینکه این نظام برخلاف فاشیسم ملی نیست. نظام‌های فاشیستی بر اساس نوعی ملی‌گرایی افراطی قرار گرفته. دومی که نظام‌های فاشیستی یک پلن اقتصادی قدرتمند دارن. جمهوری اسلامی هرگز به این پلان ها اصلا اعتقاد نداره، اصلا براش قابل درک نیست. نظام های فاشیستی آرمانگرا هستند و اون آرمانگرایشون پروگرسیوه، به نوعی حتی می شود رادیکال می شود. جمهوری اسلامی به باور بنده یا این نظام فاشیستی مترقی نیست، پیشرو نیست، واپسگراست، ریگرسیو هستش. میتونم مثلا مورد بعدی رو بگم که نظام اسلامی با استعانت از باورهای اعتقادی مردم اونها رو به بسیج‌های پاپولیستیک میکشونه که نوع پاپولیزم در اینجا با نوع پاپولیزم نوع آلمانی متفاوت هستش. میگم مثال بزنم، شما ممکنه که بگید خیلی خوب مثلا در نظام آلمانی وقتمون داره تموم میشه دکتر. من دیگه بیشتر اگر آره دیدم یه وقت برین تو مثال اون وقت طولانی میشه. بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم آقای دکتر محمود مسعودی استاد حقوق و روابط بین الملل در کانادا. ممنونم ازتون آقای دکتر، ازتون آموختیم بسیار. شبتون بخیر. من فقط یک نکته رو اضافه کنم برای بینندگان عزیز که حکومت نازی‌ها در آلمان با شکست نظامی در جنگ جهانی دوم از بین رفت. شکست فاشیسم ایتالیا هم گرچه متأثر از جنگ جهانی دوم بود اما اعتصابات کارگری سراسری نقش مهمی در تنظیم فاشیسم داشت. راه نجات از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران رو جنبش انقلابی زن زندگی آزادی نشان داد که همه زمینه‌هایی که در سنت و مذهب سد راه پیشرفت و توسعه است، از جمله پدرسالاری، بت‌سازی، نگاه جنسیتی به انسان، جدایی در ایدئولوژی از جمله مذهب، در نسل‌های دهه 70 خورشیدی به بعد دیگر وجود ندارد و ما در آینده نظام تمامیت‌خواه طلبکار دیگری رو به وجود نخواهیم آورد. بریم پرده آخر. به نظر شما چرا برخی سیاستگذاری ها در خصوص فرزند آوری به نتیجه نرسیده؟ والا دقیقا نمیدونم، این سوال خیلی کارشناسیه، ولی شاید اون نقاطی که باید هدف میگرفتن رو خوب پیدا نکردن. شب و روزگار خوش.